با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، همطور که روی صفحه اول وبسایت میان تیوی ملاحظه میکنید، حتما این خبر مسرت بخش رو شنیدید. دیروزم به عرض رساندم که خوشحال و خرسندم از اینکه میتوانیم بار دیگر در خدمت جناب آقای دکتر کاظم ودیعی باشیم. عزیز نازنینی که ساعت پیش وقتی صحبت میکردم راجع به نوشته ایشون به عنوان کتاب شاهد زمان که روایت در حقیقت زندگی خودشون هست و فعالیتشون و اینکه این کتاب رو اسمش رو چرا گذاشته شاهد زمان، گفتم درست به همون دلیل که ایشون نام کتاب خودش رو شاهد زمان گذاشته و شهادت میدهد بر مسائلی که شاهدش بوده و دیده است، من هم شهادت میدم به اگر که در اون حد جسارت نباشه که بخوام در مورد آقای ودیعی سخن بگم، چون جایگاه ایشون بالاتر از اونه که آدمی مثل من در موردش حرف بزنه، ولی به راستی شهادت میدم که او انسانی است عاشق میهن. او همه زندگیش ایرانی آباد و آزاد و سربلند رو خواستار بود. کارنامه زندگی دکتر ودیعی سرشار از این موضوع است و من بسیار خرسندم که یک بار دیگه میتونم که در خدمت ایشون باشم و از تجربه و دانش ایشون استفاده کنم. بسیار خرسندم از این بار. اجازه بدید که وقت رو بیش از این ضایع نکنم. ضمن سلام و عرض تشکر و ابراز خرسندی از اینکه سلامت نسبشون رو به دست آوردند و میتوانیم یه بار دیگه در خدمتشون باشیم، این همه از عشق، هیچی نیست الا عشق به میهن. این اوضاع احوال امروز در وین، به حال کشور هفت کشور نشستن و ایران رو هم بالاخره پذیرفتن که در این کنفرانس شرکت بکنه. میخوام از آقای ودیعی نخستین پرسش رو این هستش که این ماجرا چیست؟ داستان به کدام سمت میرود؟ روسیه که وارد صحنه شد و میگه 120 هزار نفر آواره کرده و همه داعش رو فقط هدف قرار نداده، در حالی که قرار بوده داعش رو هدف قرار بده، شرایط چیست؟ چرا این اتفاقات داره میفته؟ بریم خدمت آقای ودیعی و با طرح همین پرسش بشنویم نظرات این یار نازنین. آقای دکتر، من به شما درود میفرستم، خوشحال میشم که نظر حضرت عالی رو راجع به این اوضاع احوال جویا بشنویم. بفهمید، در خدمت شما هستیم. سلام به جناب نوبهبانی دوست گرامی. با تشکر از مبالغات که کردن و واقعا من خود رو شایسته اون نمیدونم، با سلام میشنم بیان عزیز، با اظهارش مشعف از بایی که دوباره با شما در تماس هستم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، امروز هر نشریه رو که باز میکنید صحبت سوریه است، صحبت ایران است، صحبت خاورمیانه است. مسئله مثل مسئله فلسطین، مسئله اسرائیل در حقیقت رفته به سایه. اما این جریان سوریه باید ببینیم که ماهیتش چی بود. تمام استادانی که امروز در کلاس درس در مدارس عالی ژئوپلیتیک در سراسر دنیا حرف میزنند، نقطه نظرشون سنجیدن رقابت قدرت های بزرگیست، بزرگ و کوچکیست که در سوریه در کاره. یعنی شما نگاه کنید به جرائد دست اول، چه در ایران چه در اروپا، شون به ریشه کار نمیخواهم توجه کنم، برای که هر کس وارد این منجلاب خاورمیانه الان بشه و بخواد یک نقطه رو بحث کنه، نیاز داره که قدری به ریشهش بره. قدرت داعش بی خودی ظهور نکرد، از خارج نیومد، ابتکار آقای بغدادی نبود.
داعش وجود داشت به یک صورتی، به صورت کشورهای بنیادگرا مثل عربستان سعودی و عمرای خلیج فارس، حتی صورت مصغر و کوچک اون هم در ایران وجود داشت. در سال انقلاب ایرانیان میزان دانششون از جهان عرب به نسبت امروز 1:100. امروز ایرانیان متوجه میشن که مسائل جامعه عرب اسلامی چقدر مهمه، چطور سرنوشت سازه و چه چیزهایی پخته میشد به وسیله انقلابهای عربی به نامهای مختلف در مکاتب مختلف حماس، در مکتب برادر اخوان المسلمین، نزد وهابیون، نزد شیعیان و دیگران. یک جامعه ما داشتیم که این جامعه بیخبر بود از اون چیزی که در کل خاورمیانه و نزد اعراب مسلمان میگذره، ولی منطقه امن بود، منطقه امن بود تا زمانی که اشتباه بزرگ جنگ عراق اتفاق افتاد. پیش از اون اشتباه بزرگ شوروی ها بود در باب حمله بسیار نافرجام به افغانستان. برای که روس ها 4 بار تا به حال قصد نفوذ در خاورمیانه کردند. یه بار از افغانستان آمدند شکست خوردند، یک بار از طریق آذربایجان ایران آمدند شکست خوردند، یک بار پیش از اون در زبان تزارها آمدند افغازجو و بردار از عراضی ایرانی گرفتن، ولی به هر حال نتونستن به فلات ایران تجاوز کنن. این بار چهارمه که دولت روسیه ظاهرن برای جاپا قرص کردن در خاورمیانه متوجه اعظام قشون و شرکت در جنگ علیه داعشه، ولی اینا ظاهر کاره. چرا روسیه به سوریه اومده؟ آیا آمده واقعا نفوذ تازه در خاورمیانه پیدا کنه؟ کشوری که ظرف 2.5 $150 میلیون خرج ابزار نظامی برای کاشتن تو سوریه بکنه، عاشق یک کشور سوریه نیست، یک درد دیگه ای داره. اون درد عبارت از اینه که پوتین در تعقیب یه دشمن بزرگ هست. اون دشمن بزرگ شیشانی نامی هست به نام ابو عمر شیشانی که در ارتش گرجستان بود و نخبه بود در رزم، در جنگ محلی. و روسیه پوتین این و کل حرکت چچن رو ظاهرن سرکوب کرد و وقتی که اولمپیاد، بازی های اولمپیک در ساچی شروع شد، نه فقط نمایش قدرت ورزشی بود، نمایش قدرت امنیت آفرین پوتین بود که بگه در منطقه قفقازی هیچ خبری نیست. سران چچن هم اونجا گفتن ما دیوانه نیستیم که جشن دنیا رو به هم بزنیم، موقع حمله ما حالا نیست. پوتین فرض کرد که چچن نابود شده، چچن نابود نشده بود. چچن در سالهای 80 وقتی رفت به ایران، سالهای اول حکومت خودش رفت به ایران با رهبر ملاقات کرد، یکی از حرفاش این بود که آیا ایران به چچن کمک میکنه مثل حماس؟ ایرانی ها گفتن نه. روس ها باور نکردن. سالها گذشت تا سرویس روسی دریافتن که اون قدرت مالی که کمک کنه عربستانه و نه ایران، برای که ایران به هر حال همکاری هایی داشت با غرب که بریده شده بود و نیاز داشت به همکاری با روسیه. چچن برای این آمد، ببخشید، روس
پوتین برای این آمده که 2500 تا 5000 نفر روسی در خاک سوریه هستند. چچنهای فراری و چچنهای زبان شوروی. و امروز فرماندهشون نخشبت ابوبکر بغدادی است. آقای شیشانی و همچنین الیاس ترخان و دیگر کسانی که کمک میکنن به بغدادی. پس بغدادی دو بازوی قدرتمند داره از لحاظ رزم‌آوری. یک بار امریکایی‌ها اشتباه کردن و این رو گفتن و تونی بلر هم اخیراً گفت که جنگ عراق اشتباه بود و آقای اوباما بارها اینو گفته و رفتن به اشغال عراق برای به اصطلاح بمب اتمی یا صنایع هسته‌ای. دروغ بود، این اشتباه بود. پاول اشتباه کرد در سازمان ملل وقتی که یه عکسی رو نشون داد و گفت این پایگاه هواییه، پایگاه هسته‌ایه. نماینده فرانسه گفت نکنید این کار، ما میدونیم که این نیست. کسی باور نکرد. عراق اشغال شد به بهانه صدام. کل ارتش عراق که امنیت آفرین بود و ربط به سخت به خود صدام نداشت نابود کردن. افسرانی که به این سرنوشت دچار شدن، درجه داران جوان که به این نابود شدن، چینه در دل گرفتن، رفتن به خدمت بغدادی. بعدها به تبتیج چچن از یک طرف آمد، افرادش افسران رزم دیده، چون ارتش عراق ارتش 400,000 نفری منظم و مرتبی بود. ملاحظه کنید یک کشوری که قدرت دفاعی نداره، کشور نیست، تمام جامعه عرب رو مغرب زمین بیدفاع کرد، عرب مسلمان. امارات اسمشون کشور در سازمان ملل، یه کرسی دارن، یه رأی دارن مثل عربستان، و همون یه دونه رأی رو هم امریکا یا فرانسه یا انگلستان داره. وزیر خار داخله امارات متحده اخیراً گفت که ما نمیتونیم به دموکرات باشیم، ما قبیله ای هستیم، ما حقوق بشر نمیدونیم، ما مهاجرین مسلمان رو نمیتونیم بیاریم برای که امنیت خودمون از بین میره. دنیا نگاه نمی کنه که ریشه کار کجاست. چه چه بیشرمی است که یک کشور پولدار مسلمان و ادعای قرآنی اخوان المسلمین داره. اخوان ما برادر دینی هستیم و برادر دینی خودش راه نمیده و میگه خب برن جای دیگه، ما سعی میکنیم یک کمک مالی بکنیم. بنابراین این کشورها یک کشوری هستن که ارتش ندارن، قدرت دفاعی ندارن، همیشه باید پول بدن تا دیگرون براشون بجنگه. ما پول میدهیم شما بجنگید، ولی ما همینی که هستیم میمونیم. این اون چیزیست که در عربستان و کویت و دیگر امارات خلیج فارس میگذره. بغدادی به این دلیل روی کار اومد که ارتش عراق از بین رفت، به این دلیل کار که سرکوبی چچن به وسیله پوتین که اینها رو خیال میکنه نابود میکنه، در حالی که چچن ها از زبان هخامنشی ها به این طرف اونجا پایگاه در زندگی دارن، کوهستانهای قفقاز براشون مثل کف دستشونه. این دو اشتباه باعث شد، به اضافه اشتباه سوم که اعراب پول دارن ولی قدرت دفاعی ندارن، یعنی اخته سیاسی هستن، در نتیجه به طور طبیعی داعش وجود اومد. داعش که به وجود اومد برای اینکه بگه که هستم، به بدترین نوع خشونت متوسل شد و چون اسم خلافت رو آورد، ترکیه هم بعدش نیومد، گفت ما هم خلافت عثمانی داشتیم. امروز نگاه میکنید میبینید که ایران از بعد انقلاب با یک تئوری ساده لوحانه فکر کرد که
خلای عراق به نفع ایران تمام شد به مدد امریکایی‌ها، پس ما میریم اونجا، به ساخت اونجا رفته، از اونجا میریم به سوریه. چرا؟ برای که اسد ما ضعیف مواد کمکش کنیم و با عربستان بدیم و از اونجا میریم به لبنان به کمک حزب الله و از اونجا میریم به مدیترانه و این کمربند شیعه رو ما درست میکنیم و به نتیجه که برای اینکه شما چنین کمربند درست کنید تأیید جهانی دارید؟ تأیید ناحیه‌ای دارید؟ نه، فقط یه فرصت کاذب دستتون افتاده از خلای عراق و ضعف خاندان اسد. بنابراین توجه کنید امروز یک کشور مثل سوریه چرا این استعداد رو داشته که به این روز بیفته؟ سوریه یک کشوری بود که با یک کودتایی که 25 هزار نفر رو حافظ اسد کشت راه افتاد. پیش از اون قیمومیتش در 100 سال پیش به دست فرانسه بود، بوی و رنگی از تجدد داشت، ولی به خودش که در کل در قدیم عربی نبوده به بعد عربی شده، تمام ادیان مختلف در سوریه هستن، فقط 3% شیعه هستن. این 3% رو بهانه کردن خاندان اسد به وسیله ارتشی که ایجاد کردن، تمام قدرت اقتصادی مملکت رفت دست این خاندان و وقتی ناصر ظهور کرد این خاندان چند سباهی با اولاسه دوت جدا شد. هیچ وقت عربستان این کشور اتحادی عرب این کشور به عنوان کشور عرب در اتحادی عرب را ندادن. یک کشوری که نزد مسلمان ادعای عربیت میکنه و میگوید که من شیعه هستم، شیعه علوی، میخواد تو جامعه عرب باشه، راهش نمیدن. در نتیجه غربی هم که از کودتای حافظ اسد ناراضی بودن خیلی سر مهر باشون نداشته. دو راه داره، یا باید سقوط کنه یا بایستی یک ارباب پیدا کنه. حافظ اسد یک قراردادی بست، پدر بشار اسد یک قراردادی بست با روسا قبل از پوتین، دفاع متقابل که اگه شما اتفاقی افتاد ما در خدمت شمایید، شما هم در خدمت ماهید. و این باعث شد که 40 سال تمام قدرت نظامی اسلحه فروشی به دست روسیه بود. این یه بازاری بود، برای این بازار روسیه در داخلش نمی رفت، فقط می فروخت. اون موقع به این سادگی نبود کسی تو کشور دیگه بره. بعدها که اسد برخورد کرد به جوامع تروریستی مثل حماس، اینا همه راه داد تو کشور خودش از لج اتحادیه عرب. هر کس از هر جا ناراضی بود اخوان المسلمین بیایید، حماس بیایید، عرفات ترمخ با تمام اینا خود کرد. فکر کرد که به این ترتیب یک حمایت همه جانبه از طرف بنیادگراها و حرکات تروریستی یا حرکات استقلال طلبانه مثل عرفات در خودش داشته باشه. این چینه عربستان رو دو برابر کرد، در نتیجه شروع کردن به این که ضعیف، چون ایران سیاست ضد عربستان داشت و چون نقطه ضعف ایران صنایع هسته‌ای بود در اون موقع، اسد بشار اسد که برادرش خودش قرار نبود که رفت شفور بشه، برادری داشته در تصادفی کشته شد، بشار اسد آمد طرف ایران گرفت گفت ایران ناز حق داره که اتمشو داشته باشه و شروع کرد به تظاهر به دوستی ایران. ایرانی هم که دوستی نداشتن در خاورمیانه نزد عراق، اعتباری هم نداشتن نزد خارج، برای که سیاستشون روی غرب ستیزی بود، در نتیجه سرمایه گذاری کردن در اونجا و کمک کردن به چابوچاسی های بشار و این شده جاپایی. و این جاپا باعثشون با خیال کردن که رفتن به سمت جهانگشایی ها، به طوری که یک وقتی وزیر فرهنگی گفت در جمهوری اسلامی که ما اگر میریم به سوریه و به عراق این همون سرزمین های گذشته ایران است.
برای این که در داخل ایران میلیون گول بزنن. نه، شما اگر میرید اونجا برای این که خلق هست، ولی وقتی که بخواهید دست بذارید روی خودتی، خود به خود نیروهای دیگری هستن که جلو شما رو میگیرن، برای که دوران جهانگشایی تمام شده. نه فقط دوران جهانگشایی تمام شده، دوران جنگ‌های بزرگ هم تمام شده. در نتیجه کم کم باورشون شد. تا اون زمانی که یادتون باشه، و حتما یادتونه، یک آیت اللهی گفت که ما ممکن خوزستان رو از دست بدیم، مهم نیست، مهم نیست که سوریه رو نگه داریم. با کدام عقل ژئوپلیتیک، با کدام عقل سیاسی کسی چنین حرفی رو بزنه؟ حیرت انگیزه. کم کم باورشون شد. مشعلی که جلو این تمایلات پیش می رفت و تشریف می کرد، حرفای آقای خمینی درباره قدس بود. حرفای آقای خمینی درباره قدس و ارتش خود و اورشلیم و بیت المقدس در حقیقت اثر لجبازی با اسرائیل بود. اثر برای آقای خمینی تو اسرائیل رو به عنوان پایگاه امریکا می دید، پس اونجا دوست داشت یه حرفی بزنه. اینا تبدیلش کردن به دو قدرت، یکی این که سپاه قدس خودشون درست کنن، کوچک یا بزرگ، ولی پایگاهشون تو عراق بود، از اون طرف حزب الله لبنان رو تقویت کنن برای سر به سر گذاشتن چیز. این بازی ها رو دست اینها رو خورده بودن تا روزی که ایران بعد سالها مذاکره رسید به اونجایی که میدونید قرارداد وین تکیز شد. قرارداد وین که چی شد، ایران دیگه دست از جهانگشایی برداشت. دو اتفاق افتاد. یکی این که آقای عبداللهیان و معاون وزارت خارجه یه روزی گفت که وزارت ما، یعنی وزارت خارجه ما برای ماندگار شدن اسد کار نمی کنیم. جمله رو خوب دریابید. پوتین هم در مسکو به اسد گفت به هر حال یه انتخاباتی در پیشه، یعنی شما وضع ثابتی ندارید. روسیه قوای نظامی اسد رو بعد از بهار عرب و بعد از اینکه شورشی در سوریه به پا شد و بخشی از ارتشان رفتن جدا شدن از ارتش، تخمین روسیه اشتباه بود. موقعی که آقای اوباما گفت این داعش 13 سال کار داره، شما نگاه کنید به جرایه تیش کردن، پرسید آقای رئیس جمهوری عدد 13 را از کجا آوردید؟ موقعی که گفت سالها باید بایستی کار کنیم تا داعش برفته، هیچ کس نگفت را. هم نرین کردن که اوباما یا امریکا ضعیف شده، امریکا ضعیف نشده، امریکای اوباما بر اساس استراتژی جنگ جهانی کار نمی کنه، بر اساس مذاکره و دیپلماسی کار میکنه. تز آقای اوباما اساسا این بوده، امریکا ضعیف نشده برای که قدرت ارتشش بالاتره. بعضی اتفاقات میفته، مثلا وقتی که رئیس سابق ستاد ارتش امریکا جنرال آبرام وقتی میخواد بازنشسته بشه یه جلسه تودیع میگیره، اشاره میکنه که ارتش امریکا خسته است، آمادگی برای دخالت نداره. و بعد کسان دیگه تو اون جلسه بودن و بعد میگوید که کجا خوب کاری کرده و کجا نکرده. وقتی این میشنون که ارتش خسته است، هم بردیدم چیز میکنن، هم برزقت میکنن. در همون موقع سیستم اطلاعاتی اوباما میدونسته که مسئله چچن چیه و میدونسته که مسئله داعش چه ریشه داره. یه ریشه داره در تحملاتی که باید صورت میگیره در عربستان و عمرا و دولت امریکا بعد از روش ناراحتی قضیه است که وضع اجتماعی و مقرراتی که در کشورهای عربی مسلمان نفتی و گازی هست تطبیق نمی کنه با زمانه و عربستان و امریکا رو بدنام کرده. عرب خوششون نیومد،
فکر میکردن با نفتی که دارن میتونن دولت اوباما رو محتاج خودشون کنن. دولت اوباما و اونهایی که وابسته هستن به نظریات پدران بنیادگذار امریکا، هیچ کس نمیدونی کیا هستن، چه کمیته‌هایی هستن کار میکنن، از پنج تا رو شروع کردن به نفت رو ایجاد کردن. امروز دولت امریکا صادر کننده نفته، حتی اگر نفتی وارد کنه از خاورمیانه اون نفت رو تبدیل میکنه به کالای فروش. از سوی دیگه چون مذاکرات اتمی با ایران فکر کنه اثر ضعف با ایران وارد مذاکره شده، نه اثر دیپلماسی وارد شده، ایران رو در کنار خودش نگه داشته از لازم مسائل هسته ای. سوم مسئله اینه که امریکا در خاورمیانه منفور شده به وسیله تبلیغاتی از زمان شوروی و بعدم حرکات عربی بنیادگرا که میراث بر اونا هستن. روزی که بوش گفت من نمیدونم چرا ما متنفرن از ما، در حالی که ما به فرهنگ و تمدن کمک کردیم، هیچ کس نرفت 10 تا 30 تا مقاله بنویسه که چرا جواب بده رئیس جمهورش، سکوت کردن. ولی وقتی اوباما آمد کم کم امروز کسانی هستن کتابی متعدد نشن که نه امریکا ضعیف نیست، امریکا باید پس سیمای منفور شده خودش رو تصحیح کنه، بنابراین از طریق دیپلماسی و مذاکرات هست که میره به این سمت. در قضیه سوریه خیلی ساده است، به طور ساده بگیم که روسا دارن میان، ولی باید داره که روسا دارن میان به خاطر چیست؟ خاطر چچنه، به خاطر کل منطقه قفقازی در خطره. به قول بعض جرائد روسی چچن ها خواب از پوتین گرفتن، وحشت داره براشون. اول گرجستان شروع شد بیداری، بعد خود جنگ شد و بعد چچن ها گفتن آقا ما اساسا هیچ وقت روس نبودیم و سابقه اون میرسه به 3000 سال پیش. سرکوبی کرد و حتی گفت که ما توی مستره هاشون هم میگردیم میکشیمشون. خیال میکرد که یک حرکت قومی عربی اسلامی سنیگرا ولی صوفی به دلیلی که چچن ها میرقصن مشروب هم میخورن قدرت سیاسیشون یه روکش مذهبی داره، ولی اصلش استقلال خودشونه. عربستان هم بهشون پیشنهاد کرده بود که امارات قفقازی درست کنن، به هر حال با پول عربستان جنبش هایشون. دولت امریکا بنابراین 3 مشکل داشت: ترمیم اشتباه عراق، مبارزه با داعش، تصحیح مدار سیاسی جامعه عربستان که بدنامش کرده بود، مهار کردن اسرائیل که مذاکره من با ایران علیه تو نیست، من چیزی دیگه میبینم که تو متوجه نیستی، جنگ فرقه‌ای برای شماها مضره، و در نتیجه روی این خط سلطنتوار کار کرد. و امروز وقتی شما نگاه میکنید به سوریه و میبینید که امریکا میذاره که روسیه بیاد، جرائد سطحی مفسرین سطحی میگن امریکایی دیگه وجود نداره، تمام شد آقا، تمام شد. چی تمام شد؟ روسیه آمده چچن رو بزنه، اوباما بهش میگه قرارداد هواپیمایی میکنیم که هواپیمایی که ما میزنیم چچن رو شما میزن تصادم نکنن با هم دیگه. ما مخالف تروریسمیم و کسی که میگه من مخالف تروریسم اسلامی هستم یعنی مخالف بنیادگری و بنیادگراها هم هست. شما میخواهید چچن رو بزنید، میخواهید داعش رو بزنید، خیلی کار خوبیه، شما بزنید ما هم میزنیم. میخواد شریک، یه شریک مبارزه پیدا کنه. و بعد وقتی چه کنفرانسی در وین تشکیل میشه که از امروز شروع به کار کنه در وین، 40 نفر میاد، 2 کمیته هست،
یک کمیته هست روسیه، امریکا، ترکیه، عربستان که میتونن تأثیر گذار باشن در سرنوشت سوریه، و یک کمیته از چهل کشور مختلف آمده که ببینیم چه. این کمیته برای اینه که نبض همدیگر ببینن، نفس همدیگر بشمارن و ببینن کی چقدر قدرت و چه نظریه ای داره. اتفاقا ایران دعوت کردن. جرائد ایران می نویسن که ایران به کمک روسیه می رود. قبلا می نوشتن تنها کشوری که می تونه چشه رو بزنه روسیه است. روسیه 4 هفته است داره می زنه، 600-700 تا آدم کشته که کاری نبود، دیگرون هم می کردن قبل از تو، معترفین هم این کاری کردن، هیچ توفیقی نداشته. حالا که توفیق نداشته، اماراتی که گره دارن از امریکا میگن بله آقا روسیه حق داره، ما به شما به روسیه پول بدیم که ایوال که روسیه ما را از شهر چچن بزنه. نه، از یه چیز دیگه است. امریکا از طریق هوا جنگ میکنه ولی پیشرفتش کم بود. کردها به قطع کافی قوی نبودن که کلن جنگ رو بسارن و اونجا و شادن مصلحت نبوده. بنابراین احتیاج به مشاوره نظامی از راه زمین بود. روسیه که آمد از راه هوا زد، کپی غرب، کپی معترفان، وقتی از راه زمین زد پول خرج کرد، دید ای به زودی هزینه جنگیش تموم میشه، چون برابر نظر سازمان ملل صندوق بین المللی پول و تمام مدارکی که مربوط به اقتصاد جهانه، روسیه 12th کشور قدرت اقتصادیش، 12th. دو، روسیه برابر تحقیق سیاهی یه سال میتونه فقط حد اکثر در یه نقطهی به جنگه، چون خرج کریمه و خرج اون بخش شرقی اوکراین رو دستشه. بنابراین بعد از 4 هفته فهمید که تنها نمیتونه بکنه. برای که تنها نمیتونه بکنه آمد یک آرایش قوا داد و امریکایی هم نزدیک شد. الان تو کمیته 4 نفری از کرم که شرکت میکنه، با عربستانی که باش مخالفه، با ترکیهی که با هم مخالفه. ترکا و روسا وقت معامله میکنن خیلی خوبن با هم دیگه. وقتی میخوان صحبت مسائل دیپلماسی جهانی میشه از هم جدا میشن. ترکیه و عربستان با روسیه بدن، روسیه این دوتا رو نتونسته قانع کنه، ولی میتونه عربستان رو بگه که شما از داعش بدترید. بسیار خوب، امریکا هم همینو میگه. چرا امریکا میاد ایران رو تو کنگره دعوت میکنه؟ چرا میاد تو کمیته 4 نفری عربستان رو میذاره پرو دست روسیه که مخالفه؟ برای اینکه میگه ما متهمیم به این که همه کارا و همه فتادید سر ماست، سیمای ما منفور شده، من تمام کشورها رو میارم بشینید با قدرت ها حرف بزنید. آقایون ایرانی ها، شما که الان خطر اتمی ندارید، تشریف بیارید حرف بزنید، نظر بدید. اونجا قشون فرستادید برای که پوتین قدرت نظامی از راه زمین نداشت، از ایران خواست بفرستن، از ایران هم فرستاد. از طرف دیگه هم خود حزب الله هم بود، این دو تا قدرت، یه مقدار قدرت ارتش باقی مونده، ارتش اسد، این سه تا شد نیروی زمینی روسیه. ما داریم به یک کشوری که در نهایت روسیه مخالف این است که حتی بعد از اسد یک رژیم مذهبی در سوریه به وجود بیاد کمک میکنیم. ما که میگم منظورم جمهوری اسلامیه. بنابراین جمهوری اسلامی داره برای خاطر سرنوشت بعدی ایران فلاش سوریه منهای اسد، سوریه ای که سرنوشتش دست عربستان خواهد بود و روسیه و امریکا، داره کن با امید این که سهمی در سرمیز چیزی هیچ سهمی نخواهد داشت. اینجا شما تجارت کنید، اینجا هرچی میخواد با سوریه تجارت کنید، ولی این کشور، کشور بنگادرها یا شیعه یا مذهبی یا فلان نخواهد شد. این است تز اصلی امریکا که جلوی بنیادگرایی در یه نقطه بگیره و سر هر میز مذاکره حد اکثر کشورها رو بیاره، کشورهایی که میگن مرگ در امریکا مثل ایران،
میگه بیایید ببینید که ساخت و پاختی بین من و روسیه نیست، بیایید ببینید نظر بدید. آقایون عمرای خلیج فارس به امریکا مردودن بسیار خوب، خودتون تشریف بیارید با روسیه کار کنید. چرا؟ برکه سر یه نقطه با روسیه شریکه. روسیه پوتین میگه من با تروریسم مخالفم، امریکا میگه من با تروریسم مخالفم. تا موقعی که شوروی روسیه پوتین اشاره نکرد بود ایران حرکت خوشون نفرستاد. بعد از رفتن آقای سلیمانی و مسکو و مذاکراتی اینا گفتن خیلی خوب ما یک کمکی میکنیم، 3000 تا آدم فرستاده. روزی که روز باشه که البته پرشش داد 21 تلفات دادن تا به امروز به 3 تا جنرال. ایران داره به مفتی داره هزینه میکنه جنگ پوتین رو که پوتین ناراحت از چچن هاست. امریکا میگه که من با روسیه در یک نقطه شریکم، اونجایی که شریکش میکنم در مبارزه علیه تروریسم هر جا که باشه. و اگر روزی این دو تا کشور موفق بشن که تروریسم رو در عرصه جهان اسلامی عقب بشونن، در افریقا، در آسیای مرکزی، تا چه داشته باشید که داعش 400 تا ازبک رو در خاک روسیه پوتین استخدام کرده و آورده، به قول مفسرین روسی روزنامه رشیا، یه وقتی این خبر رو پوتین دید و شدید گزارشش رو گفت پس ما هیچ کاره ایم. وقتی یک کشور خارجی بتونه در خاک روسیه مثل خاک اروپا آدم، یک کشور که نه، یعنی یک نیروی تروریستی به صداش استخدام بکنه بیاره، یعنی که آمده. و همین آقای شیشانی وقتی آمده روس‌ها رو داره بسیج میکنه. این اتفاقات باعث شد که در لغتیه، در لازقیه، مرز بین داعش و چیز، اونجا که ارتش نیم پختهی وجود داره طرف داره، روس‌ها کنون کار به بلیاره به بمباران اینها برای که اسد رو بزنن، برای ببخشید اسد رو کسی نزنه به بحاره اسد. ولی یه وقت متوجه شدن که اسد قدرتی نداره، یه وقت متوجه شدن که نه، دنیا اصلا دستت پوها نمیده، مردیست با 250,000 کشته رو دستش، مردیست با بشکه های شیمیایی یادتونه که کشف شد در اونجا به وسیله روزنامه‌نگاران مثل خلوموند، مردیست که در قضیه رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان دست داشته. امروز روسیه و ایران اصراری بر موندن ایشون نداره، بنابراین یک قدم امریکا جلو رفته، دو همه شریکن در مبارزه علیه داعش، دیگه که نمیتونن از این موزه عقب برسیدن، بنابراین یک قدم دنیا برای مبارزه علیه تروریسم به رهبری امریکا پیش رفته. و روسیه هم متوجه شده به که دلیل کاهش بهای نفت و تحریم ها بیشتر از این قدرت مالی نداره که خودش درگیر کنه، چون قدرت 12 به جهانه. و چینی ها که قراردادهای مهم بسته بودن با روسیه، روسیه نمیتونه اضافه بده. پس از یک طرف امریکا داره سیمای خودش رو تصحیح میکنه، از یک طرف تمام دنیا رو شریک مبارزه با تروریست کرده، در حالی که 3 سال پیش اینطوری نبود. این تشخیص رو شما نگاه کنید به جرائد ایران که قربونش برم دیگه مسئله نیست، به تمام جرائد دنیا نگاه کنید، نگاه کنید از این دید نمیبینن و فقط خیال میکنن امریکا ضعیف شده. نه استاد جوزف نه استاد هاروارد که از مردان صاحب صلاحیتش در سیاست خارجی و حرف مفت هرگز نزده، در اون کسی بود که در امریکا درباره سافت پاور و مسائل فرهنگی و تأثیر امریکا کتابی اخیرا نوشته، به این معنی که عنوانش هست که آیا قرن امریکا تمام شده است، چون این شایعه که امریکا ضعیف شده و اوباما هیچ کاری نمی‌کنه و فلان و تموم شد کارون، این رو عمدن در مبارزات انتخاباتی جمهوری‌خواه را انداختن و اعراب
و اسرائیل، یعنی عربستان، امارات و اسرائیل. این کتاب چاپ کرده، نگاه کنید عدد در رقم بدون مبالغه صفحه به صفحه نشون میده که تا سال 2040 خطری متوجه کشور نه هیچ کشوری از امریکا جلوتر نخواهد رفت. آیا سیاست اوباما بعدا ادامه خواهد داشت یا نه، اون مسئله دیگریست. برای امروز دنیا تصدیق میکنه، حتی جمهوری خواه فردا بیان سرکار، که اشتباهات شده، اشغال بد بوده. بسیار خوب آقای ترامپ بگه، دیگرانم بگر، خانم کلینتون هم که اشاراتی کرده، هرچی بخوام بگر، برای یک چیز میدونن، جنگ جهانی شدنی نیست. برعکس نگاه کنید، 30 سال پیش، 25 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش، وقتی کسی میخواست بیاد مهاجر بشه بیاد به کشور غربی چه تشریفاتی داشت. امروز 1.5 میلیون، یعنی در حدود 6 میلیون سوریه‌ای بیرون کشور، 1.5 میلیون مهاجر وارد اروپا میشه. برای چی میاد اینجا؟ برای چی تمام کشورها میگن بفرمایید؟ حتی روسیه که 2000 تا مهاجر رفتوش و 200 تاش رو فقط پناهندگی دادن. پناهندگی در کشورهای غربی 2 سال طول میکشید، 1 سال طول میکشید. حالا مثل برق میدن با اونهایی که با بررسی هایی که میکنن. برای چی؟ برای که اروپا میخواد سیمای خودش رو اصلاح کنه. و این هوشمندی خانم مرکل که بیش از همه در این راه دفاع کرد و دیگر کشورها بعد از اون. این سیمای استعمار غرب، استعمار غرب و این سیمایی که دائما تروریست های اسلامیان توش و به نام هر چیزی اینجا بکنه، این سیما باید تصدیح بشه، باید محبوبیت اروپا و امریکا تصدیح بشه. از اون طرف خشونت رو که نسبت میدهن به خود پوتین یا خشونت رو که نسبت میدهن به جامعه روسیه یا به ارتش روسیه، اونم باید تصدیح بشه. در خیلی این صورت باید جنگ بشه. این ها مردم در تبلیغات هن. مردم خاورمیانه قریبش از زمان لورانس تا همین چند پیش تحت تأثیر که تبلیغات کش و بدبخت غربید. هیچ کس عثمانی رو محکوم نکرد که مدت 5 قرن تمام مانع رشد جهان اسلامی شد. فقط ایران بود که از چنگش در دوره صفوی یکمی اومد بیرون. هیچ کس نگفت که چه میگذره در این پایب امپراتوری عثمانی و اشتباه بزرگ آقای اردوغان که حالا چوبشو بخوره الان هم انتخابات هست، این بود که خیال کرد با عنوان کردن میراث عثمانی ترکای جهان رو به سمت خودش جلب میکنه، همونطور که پوتین فکر میکرد با عنوان کردن میراث شوروی تمام جمهوری سابق میتونه نفوذ داشته باشه. بحث باز شده و فشرده شده ریشه ای در جرائد، جرائد برای فروش تیترهایی میذارن. به کجا خواهیم رفت؟ به کجا خواهیم رفت؟ اگر تز مبارزه با تروریسم مورد قبول امریکا و روسیه قرار بگیره، رو کاغذ بیاد، عربستان و ترکیه و اینا هم شرکت کن که بعید ترکیه به راه راست بره، در اون صورت میتونیم بگیم که یک نقطه نظر مشترک پیدا شده، قوی تر از اون زمانی که در دوره هیتلر بود، که می شود حول این امریکا و روسیه مذاکره کنن و بعد امریکا ثابت که ما نظر ارضی به جایی نداریم. وقتی که ماهای نفت اومد بالا، خود آقای پوتین گفت این کمپلست، عربستان سعودی گفت کمپلست، توتعی نبوده علیه اینا، بورس نفته که کار میکنه، نفت تولید نفت زیاده دیده. و در تمام مسائل سوء تفاهم ها تبدیل شده است به درس های دیپلماتیک. اینجاست که باید برگردیم و نگاه کنیم و اون طرف سر نگاه کنیم. امروز ایرانی هایی که در خارج کشور هستن مسلما راضی نیستن از چیزی که میگذره، که آقا بله ایران نه فقط به وسیله قرارداد وین امریکا یا تصفیتش کردن، ها
حالا میارنش و بغل دست بزرگون مینشوننش و به نتیجه ایران جمهوری اسلامی در تغییر همه جهانه. نه این تصرف زدن اشتباهه. حقیقت اینه که جمهوری اسلامی وجود داره. حقیقت این است که اپوزیسیونی وجود داره در خارج. حقیقت این است که اپوزیسیون هایی در داخل ایران وجود داره که از خود نظام اومدن بیرون، با هم اختلاف دارن، با هم رقابت دارن. دولت امریکا در این کار دخالت نمی کنه، روسا دخالت نمی کنه. برای چی؟ برای که با بنیادگرایی مخالفن، با اون را می دارن که این نظام ها یا تصحیح بشید یا ما زیاد اعتمادی نداریم که با شما معامله کنیم. حالا هر روز در ایران شما می شنوید که یه قرارداد با روسا بستن به 21 میلیارد، یه قرارداد مثلا با چین بستن با چندین میلیارد، با چین فون. هر روز شما میگید که حتی مختلف هستن، ولی کسی توضیح نمیده در جاره بله بستن یه قرارداد برای مثلا نفت، بر تحقق این قرارداد، به اجرا رسوندن این قرارداد فرق بسیار هست. بنابراین این اشکالات و این تبلیغات نتیجه میشه که عنصر ایرانی که در خارج کشوره میگه آقا رفت آمریکا از بین رفت، هیچیش دیگه نمونده. نه، امریکا با روسیه داره یه جنگ فرسایشی میکنه، خودش رو ضعیف میکنه، ایران هم همینطور. امریکا میگوید که جامعه قابل دفاعه، آگاهی ها بالا رفته، محافظه‌کاران در ایران اگر هستن دیگر قشرها هم هستن، دیگر قشرهایی که به احتمال انقلاب قربت میذاره، ولی نگاهشون مثل نگاه آقای رهبر خامنه ای نیست که از یک طرف مجلسش امضا کنه، خودش هم بگه قرارداد خوب چیزه، بعد از فردا صبح بلند شو بگه مرگ بر امریکا، اعتماد نکنید، اصلا با امریکا حرف نزنید، با امریکا حرف نزنید، داری برید بشید بغل دستش. یا دروغ، اینا شعبده بازی است. کشورهای بزرگ و کشورهای بنیادگرا معامله خواهند کرد، ممکنه است حتی حس کنن که مثلا دارن رفت آمد دارن، ولی ابدا در کار داخلیشون دخالت نمیکنن، برای که میدونن اپوزیسیون داخلی به قدر کافی وجود داره و در هر مرتبه چیزی فریاد رهبر یا فریاد فرماندهان سپاه رجز. ما امریکا رو میتوانیم به جای سه روزه نابود کنیم. چقدر از این جمله ها ما از فرمانده ها شنیدیم، تمام کشتی هاشون رو در خلیج فارس میزنیم. اینا حرفه. روزی که روزش بشه به محصی که روسیه اشاره کنه میگه فرمانده داریم حالا رفتن با هم دیگه همون کار رو میکنه، عملا شریک جنگی هستن که امریکا و مختلفان دارن انجام میدن، عملا همون کار رو میکنن. فایده دیگه سیاست امریکا در اینه که غیر از ترور جنگ فرقه ای ضعیف کنه. روسا حتی روسیه شوروی هیچ وقت طرفدار فرقه ای نبوده، طرفدار فرقه و جنگیز فرقه های مذهبی نبوده. پوتین هم نیست، حرمت مذهب داره ولی به هیچ وقت وارد مسائل فرقوی نمیشه. این جلسه ای که الان تشکیله که ایران آمدن بقیر دست از عربستان توی 40 نفر میشونن کشورهای بزرگ، پایدهش اینه که عربستان با ایران حرف خواهد زد، بهشون میگن نمیتونید چونه میتونید کار دیگه، اگر ضد ترور هستید باید با هم بسازید. یعنی خود جامعه ایران نتیجه گیری میکنه. وزیر خارجه عربستان سعودی ازش پرسیدن اخیراً شما در این کنفرانس ایران رو خواهید دید، روسیه رو خواهید دید؟ جواب میده برای ببینیم اگه سریو اگه چیزی جدی و تر جدی داشته باشن و بخواد اسد نباشه خیلی راحت با میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. بنابراین اما اگر میخواد که بازی بدن، نه، ما اصلا وقت رو طرف نمی کنیم باشون حرف بزنیم. یعنی عربستان آماده حرف زدنه. ایران به دلیل تحریمات در کمبود پوله. چقدر میتونه پول از ایران خرج 3000 قشونی که در یعنی مدتی پول میداد به اسد و حالا که کمتر بده؟ حالا فرض کنید فردا 130 میلیارد 200 میلیارد هم از خارج بیاد، اونقدر چاره چوله هست
که نمیتونن اقتصاد ایران را بریزن. ما یه مملکتی هستیم که دو سال روحانیه میگه اله میکنم بره میکنم، نمیتونه قیمت دلار رو پایین بیاره. رقم برابری دلار با ریال ایرانی همونیست که بود. ما کشور هستیم که تمام دولتی ها اگر نگاه کنید به مصاحبه هایی که میکنن شاکی تر از مردم هستن. دولتی ها بیشتر شکایت دارن. وقتی دولت میره مجلس میگه دولت رو ضعیف نکنید، حرفای فلان نزنید، این که مثلا معاون رئیس جمهور خانم ابتکار میگه که دولت رو ضعیف نکنید امثال اینها، منظورشون چیه؟ یعنی خود دولت ضعیفه، یعنی که دولت نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه اقتصاد دستوری تبدیل به اقتصاد نوع دیگه بشه. ایران در آستانه انتخابات، هیچ دولت خارجی دخالت نخواهد کرد، چرا که در ترکیه هم دخالت نمیکنه با وجود اینکه مسائل بحرانی عظیم در ترکیه هست. ترکیه در مسئله کردها گرفتاره و اگر که نتونه حلش بکنه آقای اردوغان، یه سوریه دوم میشه. بنابراین ایران اگر نتونه به تحول ناگزیر خودش بره، هزار ایرانی ارق وطن پرستیش بالاست، هزار شاخه و لایه اپوزیسیون داخلی وجود داره که به هر حال کاری رو پیشنهاد میکنه که رهبر پیشنهاد نمیکنه، که محافظ کاران پیشنهاد نمیکنن. و مردم شاید همه توده مردم نداره که اصطلاحی که دستشون هست پشتواره نداره، ولی روزی که بخواد تجارت رو بینام مرده بکنن باید اسکلاس پشتواره داشته باشه. بنابراین اون پولی که به دستشون میرسه بایستی چاله ها رو پر کنه، قضایی ها رو بایستی درست دید. قضایی ها رو ما فقط از دید قدرت قاهر میبینیم و این قدرت قاهر روسیه هستان مثلا فرد فرد چی دستوری؟ نه، اینا در مشکلات هم نگاه بکنید که کاهش باقایی نه چطوری چین رو آورد از 12% رشد رسیده به 6. چطوری الان چین میاد با انگلستان و فرانسه و اروپا شریک میشه برای که در فلان صنعت سرمایه گذاری میکنه برای که برگردونه. چطوری چین که میگو یه بچه بستتونه الان میگه هرچی میخواد درست کنید و دیگرو برای که بتونه مصرف بیشتر بکنه درآمد بیشتر داشته باشه. بحث ها بسیطر از اینه. دنیا به هم پیوسته است و به سادگی نمیشود جنگ افروزی کرد. نگاه کنید مختلفان 20 کشور بودن نتروس کاری کنن، الان بیشتر شدن 40 نفر دور هم جمع، 40 تا سران دور هم جمع شدن نمیتونن کاری کنن. دنیا به سمت جنگ نمیشه، کسی آماده نیست برای جنگ کردن، پول بسیار میخواد. هر بمبی که بندازن 250,000 دلار قیمت داره، بین 150,000 تا 250,000 دلار. بنابراین روی این مسائل نگاه کنید و اینکه اون که جنگ میکنه خودشو فرسوده میکنه. بودجه نظامی امریکا و قدرت نظامی 10 برابر چینه. امریکا یک کشوری است که به قول اون پدران بنیادگرای کشوری نیست که بخواد ادای امپراتوری رو با در بیاره، یک کشور دموکراته. از اون اول گفتن ما کشوری رو میسازیم که یک موتور خودزا باشه، این کشور خودزاست در زمین های متعدد. 20 دانشگاه درجه یک داره در دنیا، تعداد اختراعات از همه بالاتر هست، اصولی رو داره که ازش صرف نظر نمی کنه. دموکراسی رعایت اشتباهات و این امریکایی ها بودن که نکردن، یعنی می دونیم هممون امریکایی ها فهمیدن که از هندوچین تا عراق همش اشتباه کردن در چیز، ولی امریکا موندن، امریکا ضعیف شده. چرا؟ برای که موتور داخلی به هر حال هر جوری باشه طوری میشه که ثروت‌زاست. این نگاهی که امروز و به طور اختصار در طی یک ساعت در شما گفتم، یه نگاهیست که شما دنیا رو چنان که هست میبینید، نه دنیایی که فلان روزنامه برای که فروشگاه تیت بزنه. ایران در کنار بزرگان نشست، خب ایران در کنار بزرگان نشست، بله.
یا مثلا فرض کنید در داخل ایران بگیرن که چه اصلا چرا من دیروز یا پریروز یه مصاحبه داشتم با رادیو الجزیره، من میگم اصلا چرا در کنار اینها رو دعوتش کردم؟ میگم باید دعوت میشد، برای که وقتی که خانم مونگرنی رئیس دیپلماسی جانشین خانم اشتن قدیم، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپاست، میگه باید تمام کسانی که در سوریه به نحوی از اینها مؤثر دعوت بشد. این به دلیل این نیست که ایران رفته با امریکا رفته بردمگرا شده، این نیست، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. سیاست مثل این آیسبرگ های بزرگ یخیست که از قطب جدا میشد میان تقیانسا، یک ششمش شما میبینید، پنج ششم زیر آبه. قطری با تومنینه تر با حوصله تر بناره میدین مسئله مهاجرین، مسئله مهاجرین میاد همه هم ناراحت هم اپلی با آغوششون بازه. نویسنده هایی میشنسم که میگه اینها پروانه هایی هستن که از جایی به جایی دیگه میرن برای که هوا سرده، برای که تو سوریه نمیتونن زندگی کنن. دنیا در افشای حکومت های بنیادگرایی است به بهانه عربستان و امارات. تو چی میگید شما؟ میگه من اگه کسی تبعه کشورم بیاد تو کشورم کار کنه 50 سال، حق نداره تبعه بشه، برای که ما قبیله ایم. دنیا در حال تصحیح روند کشورهای عربی مسلمانه. وقتی که اعتراض نکنن تروریست ها میرن تا کازاخستان، میرن اینجا تا وسط افریقا. بنابراین این یه مسئله است که نبایستی سریع صحبت کرد. من نمیگم که مثلا امریکا منافع خودش رو دفاع نمی کنه یا روسیه یا ایران، هرچی، نه، من نمیگویم در خاورمیانه کشوری وجود نداره که قدرت دفاعی داشته باشه که بتونه وقتی داعش ظهور میکنه نابودش کنه، برای که یه میلیارد مسلمان چیکاره هستن. پس لابد یه مشابهتی بین عربستان، بین پاکستان، حتی بین طالبان و داعش وجود داره. خیال نکنید داعش طرفدار نداره، داعش در جایی طرفدار داره، برای که میگوید ما اصل و گرام چیز اسلام سنتیم و به نتیجه شباهتی داریم با وهابی، بنابراین عربستان نوکر امریکاست، ما خودمون جانشین اون میشیم. این رو بایستی تمام صداها رو به حساب گرفت. کشوری که دفاع نداره، کشوری که نگاه صدای مردم خودشون نمیشنوه، مثل خیلی کشورهایی که میدونی در گذشته یا حالا، این کشور خود به خود مسئله روزانه داره، به کشور نیست. من نمیتوانم شخصا باور کنم که کشوری مثل قطر یا کشوری مثل بحرین یا کشوری مثل کویت یا امارات عربی یا دیگرون یا اما در کرسی سازمان ملل بشینه و مساوی دیگری کشور دموکرات باشه. بنابراین بایستی قراردادهای اجتماعی در داخل کشورشون دگرگون بشه. تند نمیخواییم بریم برای یه انتخاب بیخودی انقلاب کنن شورش بشه، نه، امنیت و اصلاحات به سمت این میره. اصلاح میگه ما، وزیر خارجه امارات عربی میگه ما استعداد دموکراسی داریم بسیار خوب، اصلاحات نباشه، استعداد دیکتاتوری دارید بسیار خوب، دیکتاتور صالح پیدا کنید، نه دیکتاتوری که دیروز خوندید دابا در جرایدی فرانس عربی 2 تن مواد مخدر از گرفتن تو بیروت و تمام جرایز بیروت میگه آه برای اول بار ما دیدیم. این ریشه دارتر از اون چه فکر کنید، معنی نداره یه چین دولتی. مردم مانیات بدن برای که فرانس این کار بکنه، مردم جون بکنن برای این، نه، مردم بیدار شدن. در تمام جهان، در تمام دنیا سطح آگاهی برای مبارزه با فساد بالاتر رفته. در نتیجه 37 سال باشه جمهوری اسلامی یا 40 سال باشه فران، این نظام قابل تعدیل اگر هست باید بره به سمتش، اگر نیست خود به خود تضعیف و نابود خواهد شد به وسیله خودش، نه به وسیله روسیه، نه به وسیله امریکا، نه انگلستان، هیچ کس نمیاد توی را دخالت کنه، چون اینها قصدشون این هست که بگن ما هستیم، بسیار رو هستیم.
پول نفتشون شده از 50% اومده بشکه 10 دلار هم میفروشن. دو، فساد گردنشون گرفته، اقتصاد در برچسب باشون معامله نمیکنه. حتی اگر برای 4-5 ماه پولدار بشن با این پول نمیتوانن به خط کافی ادامه بدن. بنابراین تحت تاثیر این رجزهای سیاسی قرار نگیرید، آرام و با حوصله به اون چی که میگذره نگاه کنید. سوریه چقدر دیگه طول بکشه کارش درست بشه مهم نیست، مهم اینه بدانیم که وقتی سوریه یک کشوری که دنبال رو ایران میشه و اقتصادش رو میسپاره به ایران، این کشور سیاست نداشته، این کشور مثل همون اپوزیسیونیست که پول از عربستان بگیریم مخالفت بکنیم. این کشور بازنده است برای که خیال کرد میتونه با ایران با همه از با همه اینا مخالفت کنه یا این که بازی کنه، خودش افتاده تو چای خودش. عرض امروز من تمام شد، بسیار خوشحالم که یک بار دیگه با شما بودم. بله بله، سپاسگزارم آقای اسوز. سوالی دارید در خدمتتون؟ بله بله حتما سوال هست بعد از مدت ها. این وضعیتی رو شما اشاره کردید به طور مختصر که این پناهنده ها و این که به سرعت بهشون اقامت میدن، ولی بحث دیگه اون زیرین وجود داره و اون بحث انتگره شدن این هاست توی جامعه و این معضلی است که ما توی مثلا پاریس هم دیدیم، حتی دو نسل از اینا گذشته ولی همچنان اینا تو گدوهای خودشون زندگی میکنن. این مون درسته. خب چیکار باید کرد؟ آقای خیلی خیلی عجیبه که تصادفاً امروز آقای شبنمان نماینده دولت فرانسه رفته در مذاکره روسیه، یعنی دو ماه آخر فعال بوده، ایشون سناتور سابق، در یه مصاحبه میگه اینتگریت شدن یه سر معنی نداره. یه آدمی میاد تقاضای پناهندگی میکنه، میاد توی کشور، ما راهاش میکنیم توی جامعه، برو خودتو ادغام بکن با این جامعه. یه غلطه. این مردیش که در زمان جنگ عراق فریاد کشید که نه نباید جنگ کرد، در زمان دولت شیراز وزیر جنگ بود. یعنی مسئله که آقای بیگانی امروز میگه و در جامعه ایرانی هم صادقه، میگه انتگریت شدن دو سر داره. دولتی که پناهنده میپذیره باید اونو آرام آرام باش ازدواج فکری و فرهنگی کنه، نه اینکه اونو فرانسوی کامل بکنه. و نویسنده های متعددی زرد بزنید که اروپا جنسن کسموپولیته، جنسن ملتی فرهنگی، یعنی چند فرهنگیه. بنابراین شما این حرفا چیه که میزنید؟ بعضی یه نفر بود از خانمان سیاسی که یه دفعه گفت که فرانسه یک نژاد جداییست، فورا عزلش کردن. نه، دنیا باید هم زندگی کنه همینطور که گفتید. ولی وقتی یک کسی آمد امریکایی شد، معنیش این نیست که روز اول چهار تا کلمه به زبان امریکایی صحبت کنه یا دیگر کشورها به زبان محلی و بعد بگیم بله من حالم خوب شد. نه، دولت باید نظارت کنه که این کجاست. راها کردن اینها حومه های دوردست و مانع، یعنی کمک نکردن به ادغام شدن در اینجا و از اونها نگرفتن، چیزهای خوبی است که در پناهنده ها وجود داره. خیال نکنیم که مثلا فرض کن در جامعه اسلامی چیز خوب وجود نداره. نگاه کنید به تعداد شرکت های اسلامی مسلمان هایی که در خارج اومدن به اروپا یا در امریکا موفق شدن. باید اینها رو چه کارگر باشن چه در تحصیلات عالی باشن چه هر که باشن، اینها رو بایستی فرستادن به مدرسه مثلا انگلیسی یا فرانسه یا فرانسه کافی نیست، باید به فرهنگش احترام و ازدواج داد این ادغام رو. این صحبتی که آقای بهبانی میکنه مسئله روز اروپاست، مسئله روز امریکاست. من متوجه شدید که حتی هم که در لس آنجلس جا در باشید کالیفرنیا جوامع چینی هستن که از بعد جنگ دوم تا حالا همشون چینی هم زنن، یک کلمه انگلیسی حرف میزنن. در جای دیگه هم هست 5 میلیون این سوادی که در فرانسه مثلا هست، نصفش فرانسوی نصفش بیشترش عربی، این نصفش عربی اصلا نمیخواد فرانسه یاد بگیره.
ولی برای فرانسه جنگیده در زمان جنگ دوم. این مسئله مربوط به مسئولیت دولت هاست و مسلمان سیاست چیز سیاست مهاجر پذیری و سیاست ادغام و سیاست پناهندگی تعدیل خواهد شد. در خدمت شما. بله بله، نه عرض میکنم که شما مکررن به این داستان اشاره دارید که من بیش از یک سال است که شما به این موضوع اشاره میکنید که ایران باید تغییر کنه و اگر نکنه یا میریزه و بالاخره از بین میره. این تغییری که شما بهش اشاره میکنی، گراس روت جامعه باید تغییر کنه، اون زیر باید تغییر کنه، یا تغییر در بالا به صورت شکلی و سوریه، کدام تغییر مقصد نهایی شماست؟ نه خب چه کنیم؟ دیوی نیست که کودتا کرده باشه، یه انقلاب آوردتش، یعنی در مردم یه تشخیصی پیدا شد که انقلاب کنیم. حالا علندشون دیگه انقلاب یک سری ایده تو کله این مردم گذاشته یا تو کله خود مردم بوده. انقلاب زیر رو میکنه، مثل حوزی که لجن داره، لجن ها میاد رو. اون فردی که در گذشته در جلو شهر تهران کشتی بود، کشتی گیر بود، کسی منش نمیذاشت، یا مثلا فرد کنید لوتی محله بود، امروز تو سپاه داره کار میکنه. اون فردی که فکر میکردن غیرت ملی نداره میره به جنگ صدام. حالا اشتباه بوده یا خلط بوده، جفه درست بوده یا جفه درسته، اونا رو نمیگن. فرهنگ انقلابی تو را نشسته. این فرهنگ انقلابی بایستی بره یواش یواش، این سرد میشه، این فرد ذوب میشه. در چی؟ در نیازمندی های روزه. فرهنگ انقلابی اول ایران خود آقای خمینی، من یادمه ایران بودم، میگفت که انشاءالله یه روز همه جهان مسلمان بشه که باید دیگه مشکلی نداشته باشی. ساده لوحیه، ساده لوحیست، سیاسی نیست. یه حرف چقدر طول بکشه؟ کسانی که در خارج هستن بی حوصله، برای که همه چی رو باختن، قبل از هر چیزی بدتر ندارن. ادغام هم نشدن بعضی ها، در نتیجه بی صبرن. در ایران هم یه عده هستن دلواپس، هم دلواپس این که مبادا انقلاب از بین بره. بنابراین سیستم وقتی جوابگوی نیازمندی های روز نبود، قادر به یه اقتصادی که بتونه خرج رخ کنه نبود، خود به خود وامیده. وقتی که واداد، خود به خود نیروهایی که حامل تقاضاهای جدید هستن نیروهای سیاسی هستن. مثلا فرض کن اصلاح طلبان. اصلاح طلبان یکی دو تا سه تا شاخه ندارن، زیادن. تمام اینها عبارت از این هست که حتی اگر از نیروهای سابق قبل از انقلاب نیروهایی هستن که سالم موندن، که با سیستم مخالفت باید آرام کارشون توی تو ذهن مردم بشه، یعنی حرکت رو قدر تند کنه. ایران الان روی میره به سمت انقلابات، این روی سمت انتخابات آینده چی کار میتونه بکنه؟ باید یکی بهتر از اون بیاد که یک دونه بار رو برداره. به قول سعدی گفت مرا رفیقی باید که بار بردارد. ما زیاد در طول تاریخ تحمل ارباب کرده ایم. عدی میگه من یکی رو میخوام که کمکم کنه، بار رو بردار از اون شما، نه کسی که من تحمل بار بکنم از اون. انقلاب به مردم تحمل بار حکومت داده، امروز مردم به مدد هم میان. بذارید یک مثالی دارم. در همین هفته چند نامه از ایران که میگه که بعد یه دوره به جون هم افتاده، مردم دارن به هم کمک میکنن. یعنی اگر که مشکلی داره ناراحت نیست،
که کیه که مخالف موافقه، میره کمکش. و تو خیلی اداری ها، تو خیلی روحانیون صداهای بلند شده برای که رفتن به کمک هم نوعه. این بعد یک دور خشونت یه نوع همدردی شروع میشه، این یک گوشه از مملکته. بعد یک دوره از خشونت محافظه کاری حساب کتاب میاد پیش، آجا پولا چی شده؟ مثلا شما نگاه کنید آقای احمدی‌نژاد هر کاری خواست کرد به رهبری رهبر، چی شد؟ کجا رفت؟ کی رفته به زباله زباله‌دار تاریخ؟ کی؟ همینا بودن که دوره احمدی‌نژاد پولا را در دادن و میگفتن که به زودی قطع تمام میشه کارش امریکا، که دیگه امریکا بود تمام این حرفای لاتای لاتی زدن و خواستن سزای اپوزیسیون ملایم رو نشارن نشنیدن. من کاری به حرفای آقای رفسنجانی که یه فرده و برحال یا دوست بود یا رقیب بوده رو نرم، کارم به حرکت های اجتماعی است. در داخل ایران حرکات اجتماعی وجود داره، این حرکات به دلیل انقلابی که خودشون کردن آرام میخوان کار کنن، نمیتونن تون برن. همین سپاه بایستی رسالتش رو از حتی کی به سیاست خارجه برگردونه به دفاع از منافع مردم. برخواهد گشتی خواهید گفت چقدر زمان میگره؟ هیچ کس نمیتونه بگه. این سیر تحول آرامه در کشوری که انقلاب کرده، خون ریخته، مصادره ها کرده، اون خدا میداره که چه بیلان سیاهی از این انقلاب میشه به دست داد. کشوری مثل بلغارستان وقتی که شوروی ها رفتن تمام زیان های خانواده رو جبران کرد، مثل بلغارستان. یک کشوری مثل فرانسه یا کشور غربی وقتی که هیتلر کارش تموم شد طی 10 سال تمام زیان‌های خانواده رو جبران کردن. ولی جنگ بود، جنگ انقلابه. و کشوری که انقلاب میشه فرهنگ انقلابی خیلی طولانی میمونه. اونایی که انقلاب کردن متاسف امروز جوان‌ها نگاه دست باباشون نمی کنن، میگن ما هم رنگش دیدیم. ولی از اون طرف نظام از خودش دفاع میکنه، میخواد بمونه، چون اینا آمدن به قدرت نیومدن که برن، آمدن که ببونن در نتیجه تا آخر نفس بمونن. منطقه یه جوری هست، این نظام باید نفس بکشه، نفس باید اکسیژن داشته باشه. اکسیژنی که حیات نظام رو بده امروز کمی، برای که در محاصره رفتار سیاسی دنیا هستن. نگاه کنید به لحن آقای عراقچی، به لحن آقای عبداللهی، به لحن آقای ظریف و دیگران و لنرود. اینا صداشون صدای محافظه کاری نیست، صداشون التماسه که بفهمید تو چه دنیایی هستید. التماسه کجا میکنید؟ تا این التماس در لباس دولتیه، یه روز کنده یه روز کنده. این ها نمیتون میترسن که میترسن دور بگیره، ولی تحول ادامه داره. در هفته پیش 2 نفر میرفتن به فرودگاه که برن به ایران، یکیشون به من تلفن کرد که فرانسوی بود، گفت من هر وقت میرم ایران بهم خوش میگذره، خودم و زن و بچه هم. گفتم آره خوب، برای که تو شما فلان کار رو داری، خودتون شما رو شهر کاری ندارم، اونجا با شما کار من، شما توده مردم نیستی. در حالی که 20 سال پیش وقتی که اینا میرفتن گفتن نه ما میریم سمرقند میریم، برای دیگه به ایران نمیریم. از نفس افتاده، از اعلانش افتاده، از تندروی افتاده. مردم نمیپذیرن. من بیا مردم دوست دارن بیا هم دیگه رو بکشن، ممکنه به هم فحش بدن، ممکنه به هم ناسازگاری کنن، برای دوره چیزیشون تمام شده. تنها کسی که مونده که خشونت شده داره اعدام هاست. اعدام ها به زیان کی تمام میشه؟ به زیان نظام تمام میشه. رعایت نکردن و باشن به زیانی که تموم میشه، نظام ضعیف میکنه در چه جهانی. هنوز که هنوزه اینا قرارداد لفظی میبندن یا قرارداد کاغذی میبندن و به اجرا در نمیاد. صبر کنین، صبر سیاسی.
نترسیم از اینکه جامعه دیرتر به اصلاح بشه بهتر از اینکه تند بره و مثل اسبی که سرسم میذاره بیفته زمین در بین بره. تند رفتن در مسائل فیزیکی در گذشته وجود داشت ولی مستی پول نفس هم اجازه نمیداد. هر کسی که در سیستم بود خیال میکرد که همه چیز حل شده، شون با پول داریم آدم خوبیه برسیم. نه، متوجه نمیشدن. ما بایستی به خودمون، به یاد خودمون بیاریم که از زمان هخامنشی، از زمان مادها به این طرف تا ما مشکل خودمون رو حل نکردیم، باید مشکل خودمون حل کنیم. ما بالای هیچ کس نیستیم، پایین هیچ کس هم نیستیم. یه ملتیم، یه استعدادهایی داریم، یه امکاناتی داریم. باید داریم با این استعداد و با این قدرتی داریم چه میتونیم بکنیم. این رجزخانی ها رو بایستی بذاریم کنار. امروز نظام ایران هنوز در رجزخانی است، مخصوصا سپاه، ولی طولی نخواهد کشید. باز مجبورم اسم آقای رفسنجانی بیارم برای که حالا اون دلش پر از خاطر پسرش. ولی یه روزی گفت که خدا میداند که چه ظلم هایی شده در طول انقلاب. ممکنه اون نظر خاصی داشته باشه ولی این جمله رو تو کتاب همه روانه که نوشته شده میخونید، این جمله رو تو تمام کتاب سیاسی میخونید، این جمله رو تو تمام این خاطراتی که مردم به برون مرزی و درون مرزی نوشتن میخونید. ولی یک کشوری هست که نجنبیدیم و جنباندند کشور رو. دیگه در خدمت شما هستم برای سوالات. متشکرم آقا، خستتون نمی کنم. جانم خستتون نمی کنم. اجازه می گیرم از حضورتون که آرزو کنم که هفته آینده هم بتونیم از دانش و تجربیات شما استفاده کنیم. اگر بلایی پیش داد در خدمت شما. قربانت برم، فدای شما. متشکرم. خیلی ممنون و متشکرم. گفته بود با آقای دکتر کاظم ودیعی. امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشد. یکی از محاسن داستان این استش که انسانی است بی‌طرف. یعنی طرف ندارد. ظلم بهش شده. جمله کسانی که واقعا بهش ظلم شده یکی هم آقای ودیعیه. او متولد 1307. شما چند سالته؟ یعنی در سال 57 یادم 50 سالش بوده. شما چند سالته؟ 50 سالگی اول کشت و کار است. ظلم بهشون شده ولی سرخطش ایستاده. اگر این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است، سوال لطف کن که لینک برنامه از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس یا احیانا اکانتی در بالاترین داری، ایمیل لیست بلند بالا داری، به هر شیوه ای که میتوانید برنامه ها رو توضیح کنید به سایر دوستان. به فیسبوک ما بیاید، در اونجا یه لایکی بزنید، عضو فن پیج ما بشوید. نمیدونم اون یارو بی خودیه یه میگه من 200,000 نفر همراه دارم. نمیدونم، این همون دماسنج جامعه است، نشان میدهد. آدرس ما در فیسبوک است، facebook.com/mihantv عدد 1، میهن تیوی عدد 1. هشتگ ماست در توییتر. خوشحال خواهم شد که پذیرای نظرات شما نازنینان باشم. از کاوه نازنینم در سایت مردمریپورت.net صمیمانه سپاسگزاری میکنم به خاطر همه تلاشایی که انجام میده و خبرها و لینک های مربوطه رو در وبسایت مستقر میکنه. دعوت میکنم که خبرها و لینک ها رو از طریق مردمریپورت.net دنبال کنید. اگه برات مشکله رو صفحه میان تیوی که اومدین آخرین اخبار رو بزنید، رهنمون میشوید به مردمریپورت.net. بازم از شما سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر، ممنون.